سلام، اینجا درنگ. ممنون که ما رو دنبال میکنید. امروز قصد داریم درباره موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم. سوالاتی که برای تغییر مسیر زندگی باید از خودتون بپرسید. زندگی به سرعت میگذرد و ناگهان میبینیم به جایی که میخواستیم نرسیده ایم. هر روز مانند روز قبل سپری میشود. اینطور نیست که هر روز اتفاق ناخوشایندی بیفتد، اما آنچنان هم که باید از زندگی راضی نیستیم. گاهی نفس عمیق میکشیم و درباره روزهای بهتر رویا پردازی میکنیم. اگر اینها برایتان آشناست و میخواهید وضعیت را تغییر دهید و به دنبال رضایت از زندگی هستید، تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. خیلی وقتا با خود فکر میکنیم که کاری ندارد، هنوز خیلی از زندگی ما مانده و همیشه میتوانیم وضعیت را تغییر دهیم. اما در گذر زمان احساس میکنیم در زندگی که نمیخواستیم گیر افتاده ایم. چنین نیست که ناگهان اسیر این وضعیت شویم. این مسئله به آهستگی اتفاق می افتد. نمی توانیم بگوییم در آن لحظه یا آن روز خاص زندگی من از مسیر اصلیش منحرف شد. این اتفاق بدون اینکه متوجه باشیم افتاده است. اکنون به اینجا رسیده ایم و دو انتخاب داریم. همین وضعیت را ادامه دهیم یا مسیری متفاوت را امتحان کنیم. اگر گزینه دوم را انتخاب می کنید، می توانید با چند پرسش مهم روشن کنید که گام بعدیتان چه باید باشد. قرار نیست زندگیتان پس از دیدن این ویدیو به شکل جادویی تغییر کند، اما برای تغییر شروعی خوب است. شاید این ویدیو به خودی خود مهم نباشد، اما آنچه پس از دیدن آن انجام می دهید یا انجام نمی دهید بی تردید مهم است. این زندگی شماست. در اندیشیدن به این پرسش ها با خودتان روراست باشید و ببینید پاسخ آنها شما را به کجا می رساند. 1. ادامه شغل کنونی چه تأثیری بر زندگیتان دارد؟ روش کسب درآمد بی تردید اهمیت بسیار دارد. زمان با ارزش‌ترین دارایی انسان است. پس شغل ما مهم است، زیرا زمان زیادی را با کار کردن سپری می‌کنیم. اعتقاد چندانی ندارم که آدم باید عاشق شغلش باشد، اما معتقدم بدون هدف کار کردن سطحی از ارزش آفرینی و لذت است که به راستی آسیب رسان است. اگر شغلتان مایه سایش روحتان باشد، تأثیر آن در دیگر بخش‌های زندگی آشکار می‌شود. یا خودتان متوجه این تأثیر می‌شوید یا دیگران شما را متوجه آن می‌کنند. فاصله چشمگیر شغلتان با ارزش‌های بنیادی‌تان موضوعی مهم است که باید به آن توجه کنید. وضعیت را بررسی کنید. آیا با انتقال به اداره دیگر امکان بهبود وضعیت وجود دارد؟ آیا لازم است شغلتان را ترک و از نو آغاز کنید؟ آیا امکان ادامه تحصیل را دارید؟ چه گزینه‌هایی پیش رویتان است؟ 2. آیا وضعیت سلامتیتان اوضاع را بهتر می‌کند یا دشوارتر؟ تغذیه سالم و ورزش کردن مشکلات زیادی را برطرف می‌کند، اما ما اغلب به چیزهای دیگر روی می‌آوریم. اگر جسمتان سالم نباشد، ذهنتان هم سلامتیش را از دست می‌دهد. نمی‌توانید جسم و ذهن را از هم جدا کنید. فعالیت جسمی نقشی مهم در رهایی از مشکلات روحی از جمله افسردگی دارد. نقطه مقابل افسردگی خوشحالی نیست، بلکه پویایی است. آیا سکون و ایستایی ذهنتان به سکون جسمتان ارتباط دارد؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. از خودتان بپرسید برای بهبود سلامتیتان چه می توانید انجام دهید؟ با گام‌های کوچک و شدنی شروع کنید. در نظر همه ما تلاش برای حفظ سلامتی امری بدیهی است، اما اغلب بهبود اوضاع زندگی در گروه انجام همین امر بدیهی است. 3. آخرین باری که از ناحیه امنتان خارج شدید کی بود؟ آیا خارج از روال همیشگی زندگی کاری نمی کنید؟ آخرین باری که سعی کردید مهارت جدیدی یاد بگیرید کی بود؟ آخرین باری که تصمیم گرفتید و آنچه در ذهنتان بود به زبان آوردید چه زمانی بود؟ همانطور که پیشتر گفتم، سکوت ناشی از رویدادی دردناک نیست، بلکه نتیجه بیعملی پیوسته در دراز مدت است. ما به ضرب المثل احتیاط بهتر از پشیمانی است زیادی دلخوش کرده ایم. درست است که از شغلمان متنفریم، ولی دست کم می دانیم با چه سر و کار داریم. هرچند دیگر احساسی به همسرمان نداریم، ولی ادامه زندگی مشترک آسانتر از شروع دوباره و آشنا شدن با آدم های تازه است.
به این فکر کنید که چه زمان درازی را در ناحیه امرتان سپری کرده اید. آغاز حرکت و اقدام کردن ساده تر می شود وقتی متوجه می شویم پاسخ این سوال ها سال ها، دهه ها و حتی بدتر تمام زندگی است. 4. چه می شود اگر همین زندگی را ادامه دهیم؟ اگر به همین شکل ادامه دهید، زندگیتان پس از 5، 10 یا 20 سال چگونه خواهد بود؟ از چیزی که می بینید خوشتان می آید؟ ما به سادگی اسیر روزمرگی می شویم و دورنمای زندگی را فراموش می کنیم. هر زمان که ممکن باشد دورنمای زندگی را تصور و به خودتان یادآوری کنید. هر وقت احساس می کنید در شغلتان به کندی پیش می روید، وقتی باید کارهای دشوار را برای رسیدن به اهداف خود انجام دهید، هر زمان اوضاع خوب نیست و دلتان می خواهد زیر گریه بزنید و همه چیز را متلاشی کنید، دورنمای زندگی را تجسم کنید. معمولاً دورنمای زندگی ارزشمندی که با گذر از دشواری ها خواهیم داشت در مقایسه با زندگی تلف شده باعث می شود با توان بیشتر به جلو گام برداریم. 5. آیا از توانمندی هایتان بهره می گیرید؟ آیا حرفه و مسیر شغلی شما با توانمندی هایتان همخوان است؟ بهتر است شغلی داشته باشیم که عملکردمان در آن دست کم تا اندازه خوب باشد. وقتی این گونه نباشد، دو مشکل پیش می آید. نخست اینکه معیارمان برای کیفیت احتمالاً سطحی متوسط خواهد بود. و دوم اینکه شاد و مشتاق نخواهیم بود، زیرا اشتیاق از توانمندی برمی آید. روشن است که برای پول درآوردن می توانیم خودمان را به انجام دادن کاری مجبور کنیم، اما تلاش برای انجام دادن پیوسته کاری که برایش ساخته نشده ایم به ما آسیب می رساند و در دراز مدت سلامت روان ما را به خطر می اندازد. 6. از چه چیزی متنفرید؟ شاید شناسایی چیزهایی که دوست داریم ساده نباشد. در مقابل شناسایی چیزهایی که دوست نداریم و از آنها اجتناب می کنیم ساده تر است. خوب است بتوانیم چیزهای منفی را از زندگیمان حذف کنیم. آدمها با چیزهایی که دوست ندارند کنار می آیند تا به چیزهایی بهتر برسند. به عبارتی ما با الف کنار می آییم تا به ب برسیم. من شغلی داشتم که از آن متنفر بودم. بعد از 6 ماه از آن شغل استعفا دادم. خودآگاهی باعث شد ادامه ندهم. من با شغل‌های ناخوشایندی کنار آمدم، اما زندگی کوتاه‌تر از آن است که به انجام دادن کاری بگذرد که به راستی از آن متنفریم. 7. اگر 6 ماه از زندگیتان باقی مانده باشد چه می کنید؟ همین حالا می توانید زمانتان را با کاری که دوست دارید سپری کنید. اگر به شما بگویند که زمانتان برای زندگی دارد تمام می شود، همینطور نمی نشینید تا لحظه مرگ فرا رسد، بلکه همه کارهایی را که به تأخیر انداخته اید انجام می دهید. به سراغ عزیزانتان می روید و تا می توانید کنارشان می مانید. احتمالاً به سرعت در می یابید چه چیزهایی برایتان مهمند و در راستای آنها اقدام می کنید. 8. از چه می ترسید؟ من می ترسم فریبکار به نظر برسم. از پذیرفته نشدن و خجالت زدگی می ترسم. از عدم اطمینان می ترسم. از ریسک پذیری می ترسم. شما چطور؟ احتمالاً ما به این دلایل از تغییر خوشمان نمی آید. ما انسان هستیم و انسان‌ها معمولاً از چنین چیزهایی می ترسند. طبیعت ما چنین است. در طبیعت ما نیست که به دنبال رویاهایمان برویم. ما به طور طبیعی به دنبال ادامه نسلمان هستیم. بنابراین تلاش می کنیم آنقدر زنده بمانیم که در این کار موفق شویم. و این دو یعنی پیگیری رویاها و ادامه نسل با هم همخوان نیستند. با آگاهی از این حقیقت به ریشه ترس از تغییر می رسیم. در دنیا دو جور آدم وجود دارد. آدم هایی که با ترس هایشان روبرو می شوند و آدم هایی که از ترس هایشان فرار می کنند. تفاوت کیفیت زندگی این آدم ها از زمین تا آسمان است. همه ما چیزی برای ترسیدن داریم. رویارویی با ترس هایمان و تلاش برای پیش روی جسارت می خواهد. آیا آنچه پیش رویتان است به راستی ترسناک است؟ یا اینکه این هراس زاییده ذهنتان است؟ 9. نخستین گام چه میتواند باشد؟ مایه خوشحالی است اگر تنها یک گام کوچک به سوی زندگی بهتر برداریم. به تازگی پس از خواندن کتاب 12 قانون زندگی نوشته جردن پیترسون، با پیروی از یکی از قوانین تصمیم گرفتم که همیشه اتاقم را مرتب نگه دارم. پیش از اینکه از دنیا ایراد بگیرید خودتان را اصلاح کنید. من از جنبه‌های مختلف آدم موفق و کارآمدی هستم، اما به نظم بیشتری در زندگیم نیاز دارم، زیرا بی‌نظمی‌ام مشکلات زیادی برای من ایجاد می‌کند.
کار را با مرتب نگه داشتن اتاقم شروع میکنم، چون گامی کوچک و شدنی است. این یکی از مهمترین چیزهایی است که از کتاب یاد گرفتم. کارهای خردی که انجام میدهیم در دراز مدت زندگی من را تغییر میدهد. این کارهای جزئی میتواند به ساخت کاخ موفقیت یا زندان ترس و تردید بیانجامد. به جای اینکه ناگهانه آجرها را بردارید، آجرهایتان را با آگاهی انتخاب کنید. به اندازه کافی سیمان بریزید و محکم سر جایش بگذارید. سپس به خودتان تبریک بگویید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. لطفاً برای حمایت از ما کانال را سابسکرایب کنید و درنگ را به دوستان خود معرفی کنید.